با سلام های گرم و صمیمانه به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید امیدوارم خوب و سلامت باشید سیما بهاری هستم با همکارم جمیل فرزان از برنامه نگاه روز در خدمتون هستیم دعوا بین امارات و جمهوری اسلامی بر سر حاکمیت بر جزیره ابو موسا بالا گرفته امروز آمریکا هم اعلام کرده که یا اعلام آمادگی کرده برای میانجیگری در رابطه با این مناقشه و دعوا در رابطه با این موضوع با و با یکی دو تا سوال یا چند تا سوال سراغ مصطفى صابر میریم بله بله سلام عرض میکنم به شما مصطفى صابر من سلام به شما میگم و بینندگان عزیز خیلی متشکر همیشه خندان و خوشرو ما هم خیلی خوشحال میشیم میبینیم اتون در برنامه من. اجازه بدید بریم سراغ سوالاتمون اول خوبه که یه مقدار در مورد کجا رسیدن این دعوا و این مناقشه صحبت بکنین و اولین سوالی که مطرح هست اینه که ماهیت این دعوا چی هست این دعوا خب قدیمیه و سابقه هم داره حالا به سابقهش اینجا نمیپردازیم حداقل این آخرین چیزشو میگم تحولاتشو میگم که یادتون هست که هفته پیش تقریبا یازده آپریل احمدی نژاد رفت توی جزیره ابو موسا دیدار کرد و سفر استانیش اونجا گذاشت و بعد امارات اعتراض کرد و که این جزیره مال ماست و بعدم ظاهرا شورای همکاری خلیج جلسه ای گذاشته و به بیانیه صادر کرد و بعدم آمریکا دخالت کرد و گفته که ما حاضریم این وسط به صلاح پادرمیونی بکنیم و اینها که این آخرین تحولات هست در مورد اینکه ماهیت این ماجرا چی خب ماهیت این ماجرا از هر دو طرف ارتجایی و ضد بشری هم از طرف جمهوری اسلامی و احمدی نژاد هم از طرف امارات و کشورهای حاشیه خلیج و درست کردن یک دعوا و کشاکشی هست که کاملا علیه مردم در ایران و در منطقه و دعوای بین دولت هاست و در واقع پشت این دعوا داره مسائل دیگه حل و فصل میشه دعوا یعنی مسائل منطقه دعوای بین غرب و جمهوری اسلامی و به معادلات سیاسی که پشت اینا وجود داره و تو این ترتیب دارن اینا با همدیگه دیالوگ میکنن و ظاهرا دخالت آمریکا هم این بار که بیاد میانجیگری بکنه یه جورایی در واقع میخواد از موزه جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی که این مذاکرات اخیر رو داشته با غرب یه مقدار میخواد در حمایت از اون باشه یا به هر حال لطفی به جمهوری اسلامی نشون بده که موضوع یه مقداری حل و فصل بکنه دعوای بین دولت ها و ناسیونالیزم های ارتجایی چه ناسیونالیزم عربی چه ناسیونالیزم ایرانی هست و مردم هیچ نفعی در این ماجرا ندارن و باید علیه هر دو اینا باشن به خصوص علیه جمهوری اسلامی و احمدی نجا اما اپوزیسیون داخل ایران به نظر نمیاد حرف شما رو گوش بکنه اولا بگین که موزه چیه بعد از اون به نظر اینجوری میاد که بیشتر پشت احمدی نژاد و جمهوری اسلامی هستن از صدای شما یه مقدار بد میاد دوست من امیدوارم صدای من خوب بیاد بر صدای اه شما رو ما میشنویم امیدوارم سوالا رو شنیده باشین من شنیدم ولی به هر حال اگه صدای من خوب میاد ادامه میدم بله. اپوزیسیون موضع جالبی گرفته یعنی اپوزیسیون تقریبا همه بخشا تا اونجایی که من اطلاع دارم همه بخش اپوزیسیون رفتن پشت سر جمهوری اسلامی و خاک خودمان است و ملت خودمان است و چه میدونم مملکت خودمان است و عملا به دفاع از جمهوری اسلامی پرداختن حتی اونایی که به نظر میرسید اختلافی با جمهوری اسلامی دارن تو این ماجرا کلا گذشتن کنار رفتن پشت جمهوری اسلامی و این ماهیت ناسیونالیزم ایرانی رو نشون میده که چجور سر به زنگاه که برسه به بهانه خاک و خاک عزیزم و اینا حاضر هر بدبختی و فقر و فلاکتی که بر مردم ایران هست رو توجیه بکنه و دقیقا نشون میده خودش هم سر کار پس فردا هم با همین بهانه تمامیت ارزی و مملکت عزیز و این حرفها پدر مردم رو در میاره سرکوب میکنه به استثمار وحشیانه وادار میکنه و هر کس هم حرفی بزنه دقیقا همین رو میگه که بله در منافع ملی ایجاب میکند شما ساکت باشید در منافع ملی ایجاب میکند که بری از احمدی نژاد دفاع بکنی این خلاصه موضع تمام اپوزیسیون حتی اونایی که خودشون رو سرنگونی طلب میدونن و اینا الان تو این اوز به بهانه ابو موسا و خاک خودمان است رگ گردنشون در مقابل ناسیونالیزم عربی بالا زده و عملا به دفاع از ارتجاعی ترین دولت ممکن که جمهوری اسلامی باشه پشت اون رفتن و ککشون هم نمیگزه تو این رابطه همینه ناسیونالیسم همینه بله البته توی صحبتاتون کم و بیش اشاره کردین اما همونطور که خودتونم هم میگین ناسیونالیست ها از تمامیت ارزی دفاع میکنن شما چی میگید؟ ببینید تمامیت ارزی شعار ارتجایی هست تمامیت ارزی توی قاموس ناسیونالیست معنیش این هست که قبلا هم گفتن شما هر حرفی بزنید به عنوان تمامیت ارزی میخوان شما رو خفه کنن و الان هم به عنوان تمامیت ارزی میگن از جمهوری اسلامی دفاع کنید ما کمونیستا خواهان تیکه تکه تک شدن کشورها نیستیم ما هر هرچه کشورهای هرچه بزرگتری هستیم دلیلش هم این هست که هرچه یک جغرافی سیاسی بزرگتر باشه خب امکان مبارزه کارگرها و مردم واسه رهایی از شر بردگی و بدبختی و بندگی و سرمایداری و ملاهای میلیاردر یا شیخهای میلیاردر یا این زالوها و مبخورایی که امروز جهان رو دارن به خاکش رو به توبره میکشن هرچه یک کشوری بزرگتر باشه امکان مبارزه بیشتر است. در ما به عنوان یک است خواهان کشورهای هرچه بزرگتر هستیم در نتیجه این چیزی که ناسیونالیست میگن که حالا کمونیستا میخوان این تیکه خاک بدن بره اون تیک خاک بدن بره این حرف ها نیست ما خاکپرست نیستیم ولی مبارزه مردم واسه رهایی امر اصلی مونه و امر حوییتی مونه و هر جایی که یک جغرافیای های وسیطر بزرگتری باشه به نفع مبارزه کارگرها و مردم محروم هست که مبارزه شون رو پیش بره. در نتیجه ما همونقدر که فکر میکنیم دفاع از احمدی نژاد ارتجایی و کثیفه توی این ماجرا همونقدر هم فکر میکنیم که ادعاهای کی هست امارات و کشورهای خاشی خلیج و اینها ارتجایی و ضد بشریه و همونطور که ابتدای بحث گفتم این دعوای بین دولت هاست و حتی خود مسئله تمامیت ارزی هم یه بهانه است واسه اینکه مسائل دیگر رو حل فصل کنن و کاملا ارتجایی و ناسیونالیزم ایرانی که سعی میکنه قضیه رو حتی تو چارچوبه تمامیت ارزی نشون بده و اینا یک اولا ارزیابی غلطی داره و بعد یک حرکت ارتجاعی داره انجام میده دعوا دعوای بین این دولت و مردم تو این وسط نقشی ندارن و باید امر خودشون رو پیش ببرن مردم بله خب این میون تکلیف مردم چیه چه اونایی که تحت تاثیر ناسیونالیسم عرب هستن چه اونایی که تحت تاثیر ناسیونالیسم ایرانی هستن به نظرم تکلیف مردم اینه که اولا پشت هیچ از این ناسیونالیست‌ها نرن ناسیونالیسم‌ها نرن چه مردمی که تحت تاثیر ناسیونالیسم عربی هستن پشت ادعای ارضی نمیدونم امارات و اینها نرن و چه مردم ایران که تحت تاثیر ناسیونالیسم ایرانی هستن پشت سر دفاع از جمهوری اسلامی حرفا نرن این اولین تکلیفیه که به مردم باید داشته باشن مردم باید امر خودشون رو گفتن پیش ببرن امر خودشون عبارت از چی امر خودشون عبارت از مبارزه واسه رهایی و آزادی از شر همه این هاست از شر همه این اوباشی است که بر دنیا حکومت میکنن از شر سرمایه‌داری از شر آیت الله میلیاردر و شیخای سوپر میلیاردر مردم باید باید این موضع رو پیش ببرن و در نتیجه توی این دعوا شدیدا باید به احمدی نژاد و به شیخ چه شا... میدونم شیوخ خلیج فارس بگن این دعوای خود شماست لطفا هر دوتون برید کنار از جلو زندگی ما لطفا دست از سر ما بردارید و بذارید زندگی رو بکنیم و مردم ایران به خصوص باید ناسیونالیزم ایرانی رو شدیدن بهش حمله بکنن و بگن که چطور شد حالا فوری رفتی پشت سر جمهوری اسلامی بعد اون رو افشا بکنن و امر مردم ایران قبل از هر چیز به نظرم واسه رهایی آزادی این هست که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن حالا یه روزی وقتی مردم قدرت رو در دستش باشن وقتی خودشون زندگی رو به دست گرفته باشن اون وقت اگر یه جایی هم فرض کنید مردم فرض کنید مردم بخوان جدا بشن یا نشن این دیگه امریه که باید, باید بهشون فرصت داد باید بهشون امکان داد باید شرایط فراهم کرد که همه مسائل روشن باشه و اگر مردم اونجا واقعا تصمیم گرفتن که برن با مملکت خودشون رو داشته باشن خب اون, اون یه بحث یک بازه و بعد بعد این امکان رو بهشون کاملا داد ولی تاکید میکنم مسئله الان این نیست مسئله دعوای ارتجاعی بین دول منطقه است یه طرفش جمهوری اسلامی و یه طرفش هم دولت‌های عربیه و معادلات بین المللی که وجود داره این دعوا ارتجاییه مردم تو این دعوا هیچ سهم و هیچ منفعتی ندارن باید علیه جمهوری اسلامی باشن باید علیه ناسیونالیسم ایرانی باشن باید علیه ناسیونالیسم عربی باشن و به خصوص باید ناسیونالیسم ایرانی که رفته پشت سر جمهوری اسلامی رو افشا بله خیلی متشکرم از شما مصطفی صابر متشکرم بله بینندگان گرامی گفتگوی ما رو شنیدید با مصطفی صابر در رابطه با جنگ و دعوای امارات و جمهوری اسلامی بر سر جزیره ابو موسا خب حتما با ما تماس بگیرید نظراتتون رو با ما در میان بذارید من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های شادی آرزو مندیم سربلند باشید